دومینیک استروسکان رئیس صندوق سابقه بین‌المللی پول که حدود ده روز پیش پس از اتهام به تجاوز جنسی استفاده داده و با سپردن یک وسیقه 6 میلیون دلاری آزاد شده بود، چهارشنبه شب از آپارتمان موقت خود به خانه لوکس در محله منهتن نیویورک نقل مکان کرد. او که متهم به تجاوز جنسی به یک خدمتکار هتل سوفیتل نیویورک است، باید تا جلسات بعدی دادگاه خود در این خانه تحت مراقبت پلیس باقی بماند. یکی از ساکنان اینجا میگوید این محله معمولا در این ساعت شب آرام بود اما من فکر می کنم که از این به بعد اینجا پر رفت آمد باشد ساکن دیگری هم میگوید این وحشتناک است که او در این محل رفت آمد داشته باشد من اصلا فکر نمی کنم که او متعلق به اینجا باشد حضور او در اینجا خوشایند نیست از حدود دو هفته پیش اتهام تجاوز جنسی رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول که از کاندیداهای اصلی حزب سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز محسوب می‌شد در رأس اخبار رسانه‌های فرانسه و آمریکا قرار گرفته است.